برنامه رو ما چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه گفته که در پی ناآرامی های اخیر در این کشور 1 میلیارد یورو خسارت وارد شده است. وی گفته که در جریان اعتراضات 200 مغازه به طور کامل غارت و 300 شعبه بانک تخریب شدند. در پی کشته شدن نائل، نوجوان مراکشی تبار به دست پلیس فرانسه، این کشور در 2 هفته گذشته شاهد موجی از خشم و نارضایتی در مناطق حومه پاریس و برخی از شهرهای دیگر بوده است. در همین حال، بسیاری از گروه‌های حامی حقوق بشر نسبت به افزایش شمار کشته شدگان به دست نیروهای پلیس فرانسه انتقاد کردند. هزاران ماهی مرده در رودخانه مجر در منطقه المجر الکبیر واقع در استان میسان عراق در نزدیکی مرز با ایران روی آب آمدند. هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نشده است. با این حال فعالان محیط زیستی در عراق میگویند افزایش تبخیر سطحی به دلیل بالا رفتن دما همراه با کاهش جریان آب به کمبود اکسیژن و شوری بالا در رودخانه کمک کرده و مرگ ماهیان را در پی داشته است. در طول 1 قرن گذشته میانگین آب ورودی به رودخانه دجله در عراق 35% کاهش یافته و در نتیجه رودخانه های فرعی واقع در دشت سیلابی آن دچار کمبود آب شدند. مقام‌های وزارت بهداشت پاکستان می‌گویند 1 مورد ابتلا به ویروس فلج کودکان پولیو در شهر پیشاور شناسایی کردند که بومی افغانستان است. به گزارش روزنامه دام، آزمایشگاه ملی فلج کودکان مؤسسه ملی بهداشت پاکستان روز سه‌شنبه 13 تیر تایید کرد که 1 سویه از ویروس تهاجمی پولیو که به صورت ژنتیکی با افغانستان مربوط است در شهر پیشاور شناسایی شده است. با شناسایی این ویروس، موارد ابتلا به فلج کودکان در سال 2023 در پاکستان به 11 مورد رسید. پاکستان برای ریشه‌کنی فلج اطفال تلاش‌های گسترده‌ای آغاز کرده و در حال حاضر در حال بررسی وضعیت ویروس فلج اطفال در این کشور است. محفل بین المللی قرآن کریم در آستانه عید سعید قدیر در صحن حرم مطهر مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شهر نجف اشرف برگزار شد. در این محفل هزاران تن از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و قرآن دوستان حضور یافته و به تلاوت‌های زیبا گوش فرا دادند. شایع‌ترین درمان سرطان شیمی درمانی است، اما یک ایراد مهم این روش این است که سلول‌های سرطانی و سلول‌های سالم بدن را همزمان هدف قرار می‌دهند. گروهی از دانشمندان دانشگاه TAU جایگزین بهتری برای شیمی درمانی کشف کردند. آنها راهی برای کشتن انتخابی سلول‌های سرطانی در بدن انسان با استفاده از توکسین‌های باکتریایی بوتاکس و مولکول‌های RNA پیام رسان ابداع کردند.